بر شما جناب هوشنگ. درود بر شما توکلی گرامی و درود بر ملت ایران. ما امیدواریم که امشب صدای ما در واقع برای خود بلندتر کنید. بله، ما البته میکروفون دیگه به قول معروف دیگه جایی نداره، یعنی اگر ما بیاریمش شروتر به قول معروف دیگه باید با میکروفون فقط سخن بگیم. هر شبت خدمت شما جناب توکلی، سپاس از اینکه فرصتی رو فراهم میکنید همه روزه و میتونیم در ارتباط خردمندان این سرزمین و ملت دلاور ایران قرار بگیریم. البته تا اونجایی که امکانات اجازه میده در واقع، و امکانات ما هم در ارتباط ملت ایران بسیار محدوده و سخن خردمندان رو به میون آوردیم، بذاریم که سخن فردوسی رو در واقع هم بشنویم. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. خرد را و جان را کی یارد ستود، وگر من ستایم کی یارد شنود. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود. سخن فردوسی، همه مطلب من در واقع برمیگرده به همین دلواپسی فردوسی و تشویشش. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود. و در ارتباط خرد و در ارتباط این که چگونه خرد باید زیربنای جامعه قرار بگیره متوقف میشه فردوسی، متوقف میکنه خودش رو در واقع و میگه حکیما چو کس نیست گفتن چه سود. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود. و رها میکنه فردوسی ادامه بحث رو در ارتباط خرد و در ارتباط این که چگونه باید این خرد در ارتباط روابط جامعه قرار بگیره و چگونه باید زیربنای جامعه باشه و چگونه باید راه در واقع قانون رو و راه قانونمندی رو این خرد باز کنه و میره مقوله دیگری رو باز میکنه و از این دم مقوله ای رو که فردوسی باز میکنه بالای 1100 سال طول میکشه تا جهان متوجه سخن فردوسی بشه و بیگ بنگ رو توضیح میده. راستی سوگند که سخن فردوسی در ارتباط خرد و در ارتباط دانش از بیگ بنگ بسیار در واقع مهمتر و چنانچه ملت ایران توجه کنه به این مسائل، بنیادی رو که خرد میتونه در واقع در جامعه ایرانی استوار کنه و ارزش‌هایی رو که خرد میتونه در این سرزمین بنا کنه قابل مقایسه با تعریف‌های علمی در ارتباط پیدایش آفرینش و دیگر علوم در واقع نیست. این
نگرانی فردوسی گرامی در ارتباط خرد هست و مشکل ما امروز هموطنان گرامی هم همین هست که هرچه که فریاد میزنیم در واقع صدامون رو فقط خودمون میشنویم و نمیتونیم هموطنان گرامی رو متوجه جریاناتی که در سرزمین ما هست و میگذره بکنیم و همچنین در جهان هم به همین گونه هست. هموطنان گرامی، سکان در دست کسانی هست که کاری با خرد ندارن و خردمندان و دانشمندان در واقع مورد تمسخر قرار می گیرن و تئوری های علمی و فلسفی در حد کتاب ها باقی میمونن و اکادمیک مخصوصا باقی میمونن. اگر میبینید که مثلا مارکسیزم لنینیزم میاد و از بنیان فلسفی خودش فاصله میگیره و در ارتباط جوامع قرار میگیره و در ارتباط آزمایشگاه قرار میگیره، علت اساسی دیگری داره و اون اینه که خود این در واقع تئوری خردمندانه نیست، چربختانه، و چنانچه خردمندانه باشه و مبتنی بر دانش و اصول انسانی و ارزش‌های انسانی باشه، تئوری مانند خود خردمند در واقع به فراموشخانه تاریخ سپرده میشه. همینطور که فریاد ما هموطنان گرامی هیچ کس رو متوجه نمی کنه، فریاد ما در واقع بردی هم نداره که بتونه هموطنان گرامی رو متوجه کنه. اشکال اساسی در جای دیگری هم هست که اگر در ارتباط خرد و در ارتباط راستی و حقیقت ناسخن به میون بیاد، طرفدارت کم میشه، زیرا که همونطور که من دیشب خدمت هموطنان گرامی گفتم، سخنی از این قبیل باعث به اندیشه فرو بردن مردم خواهد شد و این چندان جالب نیست، یعنی جلب نمی کنه دیگران رو. سخنی جالب هست که بتونه در واقع مردم رو به شوریدگی بندازه و سخنی جالب هست که قدرت تفکر مردم رو متوقف کنه، یعنی به گونه ای مردم رو بده به دست یک فانتزی و از واقعیت تلخ و مشکل کنار ببره. سخنی جالب هست که اندیشه رو در واقع از مردم بگیره و خود سخنور بیاندیشه و مردم رو در واقع خلع سلاح تفکر و اندیشه کنه. این سخنان در سر تا سر جهان همیشه جالب بوده و کسانی که میتونستن این گونه در ارتباط مردم سخن بگن موفق هم بودن، تغییراتی را هم به وجود آوردن. حالا چه این تغییرات در واقع در ارتباط راستی و حقیقت ناب بوده باشه یا نبوده باشه، و در هر صورت هموطنان گرامی ما نیازمند امکان این که بتونیم در ارتباط مردم قرار بگیریم
هستیم و از اینجا وظیفه هموطنانی که در ارتباط ما قرار میگیرید مشکل میشه.